سلام و درود بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در ساعت وصل. یک بار دیگه سال جدید رو با اولین برنامه ساعت وصل در این سال به شما تبریک میگیم و امیدواریم که سالی که در پیش داریم سرشار از پیشروی مردم ایران در برابر ظلم و ستم حاکمیت آخوندی باشه، ظلمی که امسال بیش از هر سال دیگه به تاراج سفره‌های مردم ایران پرداخته و فقر رو با شتاب و دامنه بیشتری در جامعه‌مون گسترش میده. در برنامه امروز می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم، همراه با شما عزیزان در هر کجای ایران عزیز که هستید و میهمان گرامی برنامه برادر مجاهد صادق پشفروش. سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار خوشحالم که همراه ما هستید در برنامه ساعت وصل. منم اجازه بدید مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز، به ویژه کانونهای شورشی قهرمان که در صحنه رزم با این نظام پلید غارتگر قرار دارن و براشون در سال آینده سالی پربار و پررزم رو آرزو بکنن. قربان شما، بسیار ممنونم. بذارین بحث رو با شما شروع کنیم با این سوال که رژیم چه طرحی برای تهاجم به سفره‌های مردم داره و اصلا ارزیابی شما از این موضوع چی هست؟ بله، باید بگم که این نظام در واقع کارش در واقع گرسنگی دادن مردمه. شما میدونید که از اول اردیبهشت قرار قیمت در واقع حمل و نقل، یعنی تاکسی، اتوبوس و همه وسایلی که مردم ازش استفاده میکنن برای حمل و نقل 25% اضافه بشه و حتی این نظام دست کارگزاراشو باز گذاشته که قیمت بعضی از خطوط اتوبوس رو تا 35% هم اضافه بکنه. خب این فقط برای مردمه، برای کارگزاران و نفرات و عوامل خودش در واقع یک تخفیف 100% هم قائل شده. این یکی از عواملیه که چون که یک موضوع زیربنایی و پایه‌ای و اساسی هست، تصور کنید همراه با اون قیمت بسیاری از اجناس که مرتبط با این موضوع حمل و نقل باز بالا میره. همینطور قیمت دارو که با بالا بردن قیمت ارز باز قراره که افزایش پیدا میکنه و هر روز هم اضافه میشه. یکی دیگه از عواملی که در واقع سفره مردم هر روز خالی و خالی تر میشه، افزایش قیمت حامل های انرژی، آب، گاز، برق و اینها. وقتی که به خصوص در شرکت ها این قیمت ها اضافه میشه، اون کارخونه دار، اون شرکت، اون هزینه رو میکشه رو قیمت ها، قیمت‌های کالایی که برای مردم می‌خواد عرضه بکنه و همین در واقع باز به نوعی سفره مردم رو هر روز خالی‌تر می‌کنه. همینطور کالاهای وارداتی که خود نظام وارد می‌کنه، قیمت‌هاشو هر روز بیشتر افزایش میده. خیلی موارد اصلا دلیلی وجود نداره. مثلا قیمت خرما در با شروع ماه مبارک رمضان به نحوه بی سابقه بالا رفت. خب این یک تولید داخلیه، چه دلیلی برای افزایش قیمتش وجود داره؟ فقط برای در واقع خالی کردن باز سفره و جیب مردم. و همینطور گفتم همه کالاهای وارداتی نیست در همین رابطه به نحوی هر روز هی ببینیم قیمت اضافه میشه. یعنی این افزایش قیمت یک روندی داره، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت ما شاهدش این هستیم که این قیمت‌ها به چه صورت افزایش پیدا می‌کنه. یا نرخ ارز که وقتی که بالا میره بسیاری از قیمت‌ها همراه با اون افزایش پیدا می‌کنه که می‌بینیم اینا همه عواملیه که دست خود این نظامه. اون در واقع عامل اصلی افزایش قیمت و با هر افزایش قیمتی حساب کنید که به چه میزان سفره‌های مردم رو خالی میکنه. بله. بله، بسیار ممنونم آقای پشفروش. اجازه بدین هموطنان عزیزمون با ما هستن، ارتباطشون برقرار شده، از اونها هم بشنویم در مورد بحثمون. به شما باز خواهیم گشت. سلام میکنم به هموطن عزیزمون حجت از هرسین،
خواهش میکنم بفرمایید. با نام خدا و سلام و خدمت شما مجری محترم آقای کلانی عزیز، قربان شما. من مهمان ارجمندتون آقای فرشفروش. خب بنده اول صحبتام خواستم امروز 19 فروردین سال روز شهادت 36 مجاهد خلق در اشرف عراق را به ملت ایران تسلیه بگویم و خواستم به چند موضوع مهم اشاره کنم که موضوع واقعا اصلی مردم ایران الان هستش. اول اینکه من خودم و همه مردمی که الان داریم با گرانی های سخت رو در رو هستیم روزگار خیلی بدی داریم میگذرونیم، که نمونهش برای عید نوروز باستانی امسال من خودم به شخص خانواده های زیادی، یعنی از بی نهایت خانواده های زیادی رو میشناسم و دیدم و با دست و پنجه خودم لمس کردم که حتی برای فرزند 4 ساله 5 ساله یک کودکشون نتونستن یه سفره هفت سین معمولی رو تهیه کنن، یا برای فرزندشون یا برای همسرشون یا برای خودشون یا برای خانه‌شون اصلا نتونستن کوچکترین چیزی رو تهیه کنن به خاطر اینکه گرانی سرسام آوری وجود داشته که همه مردم این رو میدونن. چرا این گرانی ها هست؟ مگر رئیسی خودش قبل عید نگفت که ما میخوایم تا عید گرانی رو ریشه‌کن کنیم یا به فرخ رو ریشه‌کن کنیم؟ کجا ریشه‌کن شد؟ پس اون کودکی که گریه برای یه جفت کفش میکنه، پول یه جفت کفش نداره، کودک چهار ساله ای که میگه چون پدرم پول نداره من کفش نمیخوام، چون پدرم پول نداره من عروسک نمیخوام، چون پدرم پول نداره من فلان نمیخوام، یا اون زنی که مثلا کوچکترین لباس رو نخریده برای مثلا عید یا خود و خوراک و اینا که دیگه جای خود داره دو اینا. حالا من الان بخوام دونه دونه اینا رو بگم وقت برنامه گرفته میشه و دوست دارم بقیه دوستان بتونن صحبت کنن، یا اینکه موضوع دیگری که مثلا بفردازیم الان تو همین تعطیلات نوروز امسال برای اینکه ماشین های این حکومت، ماشین های واقعا اسرائیل جون مردم هستن، الان به گفته خودشون حدود 700-800 نفر مثلا تلفات داشتیم. چرا باید 700-800 نفر تلفات داشته باشیم؟ الان کشوری که جنگ توش باشه تو 13 روز 700-800 نفر هم تلفات نداره. چرا تو ایران برای یک تعطیلات باید 700-800 نفر تلفات داشته باشیم؟ چرا جاده های کشت ثروتمند این کشور جهان اینجوری هستش؟ چرا ماشیناش اینجوری هستش که باید این همه ماشاهد قم و قند و فلاکت و بدبختی باشیم؟ یا مثلا الان موضوع دیگه ای خدمت دون آقای کلانی صحبت کنم، چون وقت برنامه رو میخوام نگیرم زود موضوع رو میگم خدمت دون. یا الان تو قلب کشور همونطور که تمام عزیزان میدونن خوشسالیه. خب این خوشسالی الان سپاه تروریست اومده گفته چند سال بودجه مملکت رو میبنی، میگه من میخوام ابرها رو بارور کنم. خب الان قلب کشور، دامدار و کشاورز، نه تنها قلب کشور، شرق کشور و بیشتر نقاط کشور تو آستانه خوشسالیه. خب چرا این سپاه الان این تکنولوژی که این همه ثروت مردم رو دزدید و بود چرا الان اجرا نمی کنه؟ فکر می کنه چون که قشر کشاورز و قشر دامدار، قشر زحمت کش جامعه هستن، این خیانت و این ظلم حکومت رو از یاد می برن؟ نه، الان تمام دامداران ورشکست شدن. یا
یارو دیگه اصلا دام داره دامش فروش نمیره، برای اینکه نابود ایران داره میکنه. الان ایران گوشت تولید خودش رو داره نابود میکنه، از اون طرف میره یه گوشت آشغال از کشورهای خارجی میاره به اسم اینکه تنظیم بازار کنه. تنظیم بازار کجاست؟ تو بیا اگه میخوای تنظیم بازار کنی به اشتغال دامدار خودت بذار، اون دامدار گوشت رو تهیه کنه به قیمت از اون طرف بده به ملت بخورن، نه اینکه جو کیلوی 30 تومن بده به گوسفند بعد از اون طرف بیاد گوشت رو بده کیلوی 50 تومن. این همه خیانت رو چجوری مثلا جایی برای خیانت مونده؟ جایی مونده؟ یا الان مثلا امسال عیدی بازنشسته های عزیز 500,000 تعیین کرد، 500,000 هم بهشون نداد، یه 500,000 تومن یه بازنشسته چه کارش کنه؟ به کدوم نوش بده عیدی؟ چرا اون پدری که خجالت میکشه بره عیدی دنی برای اینکه پول تو جیبش نیست بگه 10,000 تومن بدم به دست بچه برادرم، بچه خواهرم، بچه فامیل؟ چرا؟ کی میخواد جواب بده؟ این همه خیانت و ظلم چی شده؟ چرا اینقدر مردم ثروت این کشور جهان اینقدر زیر خط فقر هستن؟ همه دیگه رو به خودکشی آوردن. یارو جوونه، من الان خودم جوونم، 1,000 تومن تو جیبم نیست. وقتی 1,000 تومن تو جیبم نیست، اون خامنه ای جنایتکار و اون سپاهی های جنایتکار از خودش بدونن، وقتی من جوون دیگه 1,000 تومن تو جیبم نیست، برای همه چی آماده هستم، برای همه چی آماده هستم، برای همه چی آماده هستم. و به زودی ما همه با هم ریشه این ظلمشون رو میکنیم. چرا بچه فلان سپاهی میاد با ماشینای خارجی دور میزنه ولی من و جوان همسال من نداره که بره یک نوشابه بخره؟ چرا الان چرا همه جوانای ایران دارن خودکشی میکنن؟ از اون طرف میگه مردم بچه بیارید، بچه برای چه مونه؟ بچه بیارید که گرسنگی بکشی؟ بسیار ممنونم از برادر عزیزمون حجت از هرسیم که واقعا گوشه هایی از ظلم و ستم و اونطور که حجت میگه خیانتی که رژیم آخوندی به مردم ایران هر لحظه داره میکنه رو بیان کردن. بسیار ممنونم از تماستون و نکاتی که گفتین، به اونها خواهیم پرداخت. اجازه بدین هموطن عزیزمون عیسی از کرج هم با ما در تماس هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بشنویم عیسی در این بحثمون نظرش چی هست. بفرمایید. سلام، وقتون بخیر، خسته نباشید. سلامت باشین. بحثیم ما حقیقتش توی این رژیم آخوندی اصلا موندیم، خدایش چه کار کنیم؟ شب و روز کار میکنیم، هر چی در میاریم خدایش، اصلا امروز در میاریم فردا هیچی پول نداریم، نمیدونیم چه کار کنیم. کلا این آخوندا داغونمون کردن. مثلا امسال توی این شادی از اصفهان بود، زدن همه رو به عذاب نشوندن شادیشون ها. حالا ما جوونی مثلا هر چی در میاریم بازم هیچی، یار جنی آرزوی یه موتور هوندا رو داری تو دلمون مونده. خدایش اصلا کسی نیست به دادمون برسه. این ملتی که ما میبینیم اگه همه بتونیم با هم دیگه دست تو دست هم بدیم این نظام سرکوبگرا رو از بین ببریم و یک ملت کوهن و خیلی همبستگی بسازیم تو هم. و امیدوارم همه همون بتونیم یک بار جذبه قلبمون رو جمع کنیم، بتونیم جلوی این آخونده وایسیم، این کشور عزیزمون رو از دست اینا بگیریم. امیدوارم کانون های شورشی بتونن
پرقدرت‌تر از اینی که هست شروع کنن. درود بر عیسی عزیز، خدایا رو پشتیبانتون باشه برای هدف‌های والایی که دارین برای همه مردم ایران، دست به دست هم و با اتحاد آرمان‌های آزادی خواهانه مردم ایران رو انشاءالله محقق خواهیم کرد. تشکر از تماستون. هموطن عزیزمون احمد از انزلی هم با ما در تماس هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایین احمد. دوستمون احمد از انزلی، بفرمایین صحبت شما رو در مورد خدمت آقای کرمانی و مدیر عزیز برنامه آقای پشفروش. آقای کرمان، در مورد معیشت مردم و این حمله ای که آخوندا به سفره مردم کردن، باید بگم معیشت مردم در تو سالی که گذشت گرونی عید اینقدر بالا بود که مردم مظلوم آخونزاده ایران اصلا عید نداشتن، همه شرمنده خانواده‌شون بودن. وضعیت طوری شده که از امروز نمیتونی واسه فردات برنامه ریزی کنی، چه برسه واسه هفته بعد و ماه بعد. همین قشر متوسطی که آدمایی که تا 3-4 سال پیش قشر متوسط به حساب میومدن، الان روی آوردن بعد ساعت 12 شب به بعد پلاستیک جمع میکنن، تا کمر خم شدن تا تو سطل زباله. این واقعیت، این چیزهایی که من خودم تو شبا میبینم، از خجالتشون 12 شب به بعد به این چیزها روی میارن. گوشت تو دو ماه اخیر از 80,000 تومان رسیده به 180,000 تومان. بعدن میخوام ببینم کشور به این ثروتمندی، این همه فقیر توش هست، اینقدر دزدی، این آخونده علناً دارن با مردم ایران دشمنی میکنن، دستشون تو جیب مردمه، لعنت بهشون. و همچنین اینو میخواستم یادآوری کنم که امروز 19 فروردینه، روز حماسه آفرینی مجاهدین در مقابل نیروهای تحت امر مالکی که 36 نفرشون به شهادت رسیدن. یه جمله خیلی خوب بود سبا قبل شهادتش که گفت ما تا آخرش ایستادیم، من رو یاد حرفای سردار موسی خیابانی میندازه که گفت ممکنه ما رو بکشید، ممکنه ما رو زندانی کنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستن، این فکر باقی ماندنیه. تو آخر حرفا من میخوام بگم که کانونهای شورشی ما دستبردار نیستیم و تا سرنگون کردن این رژیم به مبارزه ادامه میدیم. و اینکه من تازه به سازمان وصل شدم، از برادر مسعود میخوام که اسم من رو هم تو مؤسسان پنجم ثبت نام بکنه. حاضر حاضر حاضر. خداحافظ شما. قربان شما، خدایا رو نگهدارتون باشه. دوست عزیزمون احمد از انزلی، آقای پشبروش بفرمایید، 3 تا از دوستانمون نظراتشون رو در مورد بحثمون بیان کردن. بله، اجازه بدید مقدمتا منم یاد کنم از حماسه 19 فروردین سال 90 و اون 36 شهید بزرگی که در راه در واقع آرمانهای مردم ایران داده شد به دست جانیان مالکی. و اجازه بدید که سلام کنم به هرسین، به حجت از هرسین، و بسیار خوب فجایعی که در میهنمون به واسطه این نظام غارتگر داره انجام میشه با نمونه گفتید. و فقط میخوام در پایان گفتید که این نظام دشمن همه مردمه، که بسیار حرف درستی گفتید، از کشاورز و صنعتگر و پیشه‌ور و پرستار و بازنشسته، و ما باید دست به دست هم بدیم تا ریشه این عامل ظلم را بکنیم که حتما همین انجام خواهد شد. به عیسای عزیز از کرج سلام میکنم که و براش آرزوی موفقیت دارم و باش هم نظرم روی اینکه برای پایان دادن به این غارت و چپاول باید همه با هم دست به دست هم بدیم، متحد بشیم و ایرانی نوعی رو ایجاد بکنیم. به احمد از انزلی سلام میکنم که در مورد عید مردم گفتید و فقر و اینکه چه فجایعی در میهن ما به واسطه این نظام غارتگر
داره صورت میگیره و اینکه دست آخوندها تو جیب مردمه. بله، این نظام کارش گرسنگی دادنه و ایجاد شرایط سخت و نابودی تدریجی این مردمه، ولی ما با کار کانونهای شورشی و با همت شما نخواهیم گذاشت و خواهیم ایستاد و دست این نظام رو قطع خواهیم کرد از میهن عزیزمون. بسیار بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون مهدی از تهران با ما در تماس هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم جناب کرامی، درست میگم؟ بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی ممنون، قربان شما. چشم، حتما. عرض حضور شما که موضوع برنامه امروز گرانی هست و این گرانی تقریبا 43 شیبی شروع شده و تو این چند سال اخیر دیگه از شیب گذشته، دیگه سقوطه. عرضم حضور شما که این گرانی هایی که الان مردم ایران رو واقعا به تنگنا کشونده و دچار بحران های اقتصادی کرده و باعث پاشیدگی کانون های خانواده شده حتی در مرحله اول، اینها دلایل خاص خودش رو داره که در ابتدا و در انتها، یعنی اول و آخر، دست خود حکومت در کاره. چون حکومت در ایران در همه زمینه ها مافیایی کار میکنه و این مافیا خب به دنبال به دست آوردن سودهای کلان و بادآورده هستش. حالا یه چند تا دلایل خاص جانبی هم هستش و بابت گرانی، این که مواد غذایی مثلا صادراتش به کشورهای عربی و یا این که حدود 8 میلیون عطای بیگانه به خصوص افغانی ها در ایران ساکن هستن، خب اینها مواد غذایی لازم دارن. و یه دلیل دیگرش هم اینه که یه پولهای بادآورده که به دست این راندخارها و کسایی که دستشون با رژیم توی کاسه هست، اینها باعث میشه اینا خودشون یه گرانی مصنوعی رو درست میکنن و چون خودشون این رو لمس نمیکنن و سود زیادی ازش میبرن، دچار یه بیماری هستن که از رنج بردن مردم اینا لذت میبرن و دلایل دیگه. ولی به هر حال من حدود یه چندین ماهایی گذشته بود که با برنامه شما تماس داشتم و فرصت نشد بعد از اون دوباره مکرر تماس بگیرم. اون موقع اعلام کردم که آقای کلانی، این گرانی ها هر چقدر که شیبش تندتر بشه، تکلیف ما مردم رو با اینا روشن میکنه. لااقل یه جور میشه که دیگه گرانی بیمار بیده اینه که ما خود به خود وارد کف خیابون میشیم و تکلیفمون رو آینه روشن میکنیم. من اون موقع هم عرض کردم که من یه شغل آهن فروشی داشتم و جزء طبقه متوسط بودم و هر روز رو به پایین رفتم تا به جایی رسید که امسال حتی من نتونستم یه 2 کیلو آجیل شب عید برای بچه هام بگیرم و یه طوری شده که بچه ها همین گرونی رو احساس کردن، چون خونه هر فامیلی میرفتن، البته منظورم همین طبقه خودمون، طبقه ضعیف هست که بیشتر جامعه رو گرفته، میرفتن دیگه از خوردنی و اینطور چیزا زیاد خبری نبود، از عیدی دادن بزرگترها و ریش سفیدها و مو سفیدها به بچه ها خبری نبود و یه حالت این خاک مرده ای بود که به نوروز باستانی ما پاشیدن و باعثش هم فقط خود اینا هستن. من خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت کردم. دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و فرصت رو به دوستان دیگه میدم که احتمالاً که 100% مطالب بهتر و جالبتری رو نسبت به گفته‌های من میتونن توی برنامه بیان کنن. وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که به زودی ایران اسیر شده آزاد بشه و این مشکلات برای مردم دیگه برای همیشه حل بشه. خدا نگهدار شما. انشاءالله. قربان شما مهدی عزیز از تهران، بسیار ممنون از تماس و صحبت هاتون.
دوستمون میثم از یزد هم با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنیم خدمت میثم و ببینیم که ایشون نظرش در مورد بحثمون چی هست. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای برآقای کلانی و مهمون محترم برنامه‌تون. قربان شما. ببخشید آقای کلانی، من دیدم موضوع برنامه‌تون خیلی مهمه، زنگ زدم صحبت کنم. تشکر. آقای کلانی، من یک کشاورز هستم، یکی از این مردم عادی، یکی از این قشر مستضعف که برای کشاورزی این مسئولاتمون هر سال من کشاورزی میکردم، باید پولی سرمایه داشتم کشاورزی میکردم، با این مشکلات و بدبختی های گرانی و کود و نمیدونم بعض رو اینا همه برشکست شدم. دیگه اومدم شهر برای کارگری، دیگه مردم پولی ندارن که بتونن ساخت و سازی کنن، کشاورزی مثلا خونه چیزی بسازن که ما کارگر رو بتونیم بریم سر کار. این قدر گرانی فشار آورده، این قدر بدبختی فشار آورده آقای کلانی، والا بسی جز کلامولا ما برا بچه ها نمیتونیم نون غذا بگیریم، نون بگیریم سر سفره ما یه چیزی بیاریم، میریم یک کیلو برنج بگیریم دستمون تو جیبون نمیتونه بره، قدرت خرید خود نداریم. این قدر بدبختی داره به ما فشار میاره که فقط آرزو مرگ میکنیم. آرزوم اینه که این مردم همگی با همدیگه متحد بشن، هماهنگ بشن که بشه این درخت آزادی ها ثمر برسن، برسیم به آزادی، برسیم به رفاه. تنها گروهی هم که این بدبختی میتونه نجات بده برادرین مجاهد هستن. من یکی از تازه پیوسته شده به این گروه هستم، عاشق این گروه هستم و سرباز این گروه هستم، جانم فدای این گروه میکنم. من یکی عاشق مسعود هستم، برادر مسعود، خواهر مریم هستم. واقعا خواهر مریم و برادر مسعود زحمت های فراوانی برای مملکت کشیدن، 30,000 شهید دادن. کدوم یکی از این همین به قول یارو همین کسایی که برای مملکت مخالف هستن، کسایی که دارن دم از آزادی میزنن، دم از نجات کشور میزنن، کدوم یکی از اینا الان اون شاهزاده که تو کشور خارجی افتاده بهترین اشغال داره میکنه، سال یک دفعه یه سخرانی میکنه تمام میشه میره، ولی برادر مسعود شما نگاه کنین کل خانواده بدبختیشو فدا کرده، 30,000 شهید. هیچ کس اندازه برادر مسعود شهید نداده برای مملکت، هیچ کس به اندازه برادر مسعود ایجاد زحمت نکشیده، همه شو نگاه کنش برادر مسعود 24 ساعت شبان روز داره برای آزادی مردم زحمت میکشه. من یکی با تمام جون دل عاشق شست ما که برای آزادی میهن آمادگی ما اعلام میکنم. من آقای کلانی واقعا تو این دوران، تو این اوج بدبختی و سختی الان تنها راش فقط مجاهدینم، دیگه کسی دیگه نمیتونه، مجاهدین داره برای مردم زحمت میکشه، برای آزادی این راه زحمت میکشه. ببخشید وقتتون رو گرفتم. قربان شما. از مهمون برنامه آقای کلانی سوالی من ندارین؟ بسیار بسیار متشکریم میثم عزیز. از هم سوالی ندارین؟ شما همه صحبت ها رو کردین و هم در مورد بحثمون نکات بسیار خوبی مطرح کردید، از فقر و فاقهی که رژیم آخوندی حاکم کرده با دزدی ها و چپاول ثروت مردم ایران، و هم راه حل رو نشون دادین و بسیار صحبتاتون انگیزاننده بود. امیدوارم که همیشه سلامت و پیروز باشین و خداوند یار و نگهدارتون باشه. بیشک اون دعایی که شما کردین و اون خواسته که شما مطرح کردین خواسته همه مردم ایران هست و به زودی محقق میشه و باید با امید به روز آزادی همه مردم رو تشویق کنیم برای رهایی و پیروزی مردم ایران دست به دست هم بدیم. بسیار ممنونم از میثم عزیز، خدا یار و نگهدارتون بشه. خیلی خوشحال شدیم
صداتون رو شنیدیم و صحبتاتون رو شنیدیم. به هموطنان عزیزمون هم در یزد سلام‌های خاص و ویژه ما رو برسونید. قربان شما. بفرمایید آقای صادق پشفروش. بله. من اجازه بدین تا این برادر عزیزمون میثم حضور دارن من سلام کنم خدمتشون و بهشون بگم که آرزوی مرگ رو برای این دشمن مردم ایران بکنید. شما الان بالاترین توان رو دارید. ما به وجود شما به عنوان یک کانون شورشی افتخار میکنیم. شما جز دارایی های این مردم هستین که قدم جلو گذاشتین، جلو اومدید و قصد اون رو کردید که در رزم با این نظام پلید این میهنمون رو آزاد کنیم. بنابراین جای هزاران درود به شما رو داره و میخواستم بگم که شما نقطه امید مردم هستید و باید به این که امسال رو میتونیم سال پایانی برای این نظام پلید باشیم بسیار بسیار امیدوار باشیم، چون که شما هستید در اونجا و بسیاری از مجاهدین و برادران دیگرمون و خواهران دیگرمون در اونجا هستن که همین قصد رو، همین اراده رو دارن و خواهیم تونست که این نظام رو سرنگون کنیم انشاءالله. میخواستم اگه فرصت هست به مهدی عزیز از تهران هم سلام بکنم که از تنگنای گرونی گفتید و اینکه بسیاری از صادراتی که وجود داره به کشورهای دیگه انجام میشه، مثلا داروهایی که هست و به کشورهای دیگه، کشورهایی مثل حوزه خلیج و افغانستان فرستاد. اینا همه در واقع نیازهای مردم ایران هست که شما به گوشه ای از اون اشاره کردید و بسیار حرفتون درسته و میخوام بگم این دشمن، این نظام دشمن همه مردم ایران هست و وگرنه کدوم نظام هست، کدوم دولت هست که داروی مورد نیاز مردمش رو برای سرطان و بیماری های عصبی و داروهای نایابی که وجود و همه این داروها رو به کشورهای دیگه با قیمت چند برابر به فروش میرسه و دست کارگزارانش رو باز میذاره که هر روز سفره مردم رو خالی بکنند و مردم رو دچار فقر بیشتر و نابودی بیشتر و ایجاد شرایط سخت بکنند. بسیار ممنونم. هموطنمون جمشید از سرباز با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمت جمشید. خواهش میکنم بفرمایید. سلام و درود بر شما. درود بر شما کانون بزرگ مجاهدین. قربان شما. بنده از شهرستان سرباز از دیار بلوچستان با شما تماس گرفتم. درود بر شما. بفرمایید. از مزاحمت، بدبختی و بیچارگی است که این نظام آخوندی بر سر ملت بلوچ آورده. شما اندیشه ای کنید که ما را از این ظلم و ستم نجات بدهید. آقای کلانی، کاش بودید و میدیدید که ظرف 10 روز تمام مواد غذایی به 2 برابر قیمت تبدیل شدن. ملت از یعنی پول نون خشک ندارن. ما یک کشور غنی هستیم، بهترین نفت رو داریم، بهترین گاز رو داریم، بهترین صادرات رو داریم، برنج رو داریم، پسته داریم، زعفران داریم، خاویار داریم، ولی ملت ما دارن اینجا نون خشک برای یک تک نون خشک دعوا میکنن. تو این شهر من الان دیروز تو فروشگاه برای روغن کارت ملی باید داشته باشی برای خریدن یه حلب روغن. ما ملت بلوچ و این روغن بدترین شکل دارن مجازات میکنن، بدترین ظلم بر ما روا دارن، مرزهای ما رو بستن، بدترین فشار رو برو ما ملت بلوچ آوردن. ما نه اون حکومت شاه پوشالی رو میخواییم، نه این آخوندهای پشمالو رو. ما یه حکومت دموکرات جمهوری میخواییم و از شما، از دوستان شما، از آقای مهمان برنامه شما آقای صادق پشمالو، از شما خواهش میکنم که واقعا چاره ای بندشید که ملت بلوچ واقعا در بدترین وضع دوران به سر میبرد. من هم از آقای علی آقا خیلی ممنون، تشکر میکنم که همچین نوبتی برای من گرفتن که بتونم در دلم و در دل همشهریای خودم و ما حاضریم یعنی با هر جو شده با شما همکاریار کلن انجام بدیم.
فقط از دست این، از این دولت، از این جل رئیسی جلاد، از این خامنه ای کثیف پشمالو، از دست اینا ما خلاص بشیم. ملت اینجا عذابند، ولی ملت سوریه و لبنان بهترین امکانات در اختیارشونه، بهترین دلارها رو از جیب ما ملت بلوش میگیرن، از ملت ایران میگیرن، میریزن تو جیب لبنانی و سوریهی و یمنی و عراقی. بله. گناه ما چی بود؟ این که ما بلوچیم؟ یعنی هزاران نفر بیاید تو خیابون ببینی، اصلا تا ساعت 12 شب، یک شب بچه 4 ساله داره گدایی میکنه، پدر با بچه تو بشار را گدایی میکنه. چرا؟ مگه ما کشور فقیری داریم؟ ما بهترین معدن ها رو داریم، ما بهترین نفت رو داریم، ما بهترین گاز رو داریم، نباید این بلا سر ما بیاد. پس از شما دوستان، از خواهر مریم، از خواهشان که چاره بندشین، زودتر هر چه تلاش بیشتر به ملت بلوچ یعنی یک کمکی بکنین، به دولت، به ایران، به مردم ایران، ما را دست این ظالمان نجات بدین. نمیشه حرف بزنی، حرف بزنی فردا میبرن یه جایی که اصلا تا زنده هیچ که دستش بهت نمیرسی. این حکومت پوشالی روز آخرشه، ولی معلوم نیست چه ظلمی دیگه ما باید تحمل کنیم، چقدر ستا ما تحمل کنیم تا این ظلم تموم بشه. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، قربان شما، از دوستان شما که واقعا وقت میذارین به در دل ما ملت گوش میدین. درود بر جمشید عزیز. بسیاری از یاران شما، هموطنان شما، برادران و خواهران شما در مقاومت سرفراز ایران حضور دارند و روز و شبشون رو گذاشتن برای مبارزه با این رژیم و آزادی مردمشون و رفاه و آسایش هموطنانشون، از جمله یارانشون در بلوچستان. انشاءالله به زودی محقق میشه اون روز آزادی و این رژیم ستمگر و ظالم به زبالدان تاریخ سپرده خواهد شد. تشکر از جمشید عزیز. دوستمون کاوه از شاهرود هم با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنیم خدمتشون. بفرمایی، خواهش میکنم. سلام از بنده است. قربونتو برم. سلامت باشی انشالله. خیلی ممنونم. قربان شما. وقت رو به بنده دارید. خواهش میکنم. من از شاهرود تماس بگیرم. خواستم از بیکفایتی این آخوندها بگم. البته قسمت خیلی کوچکی از بیکفایتی اینا. اینا انقدر که بیکفایتیشون زیاده که اصلا اگه بخواید تک تک اینا رو برشماری سالها طول میکشه. یعنی به قدر این بیکفایتی اینا زیاده که هیچ کدوم از ملت نمیخوان اینا روی کار باشن. حتی دوستانی دارم که تو نظام هستن و بعضی از اقوام اون تو نظام هستن، خود اینا هم آسی شدن از دست این نظام. امروز شما یک قطعه قیمت کنید، به هر دلیل موکول کنید به فردا، نخریدش بندازیش بر فردا، میبینید که چند برابر شده. یعنی اگه در جریان باشید، همین چند ماه اخیر بود که وزیر سمت گفته بود ما از ثبات نگه داشتن قیمت تخم مرغ واقعا عاجز شدیم. یکی نیست به اینا بگه ای خاک بر سرتون کنم، وقتی نمیتونید قیمت تخم مرغ نگه دارین چطور میخواین مملکت رو اداره کنید؟ هر روز خبر میرسه که فلان آقازاده فلان دزدی رو انجام داد. یعنی اگه اینا بخوان تداوم داشته باشن، به زودی فقر مطلق، شاهد فقر مطلق هستیم. مثل این میمونه که بنده تو کار حمل و نقل هستم، برم تو کار پزشکی دخالت کنم، قطعا افراد رو کشتن میدن. یا واقعا صلاحیت حکومت کردن رو ندارن. امیدوارم که جناب آقای رجوی عزیز و خواهر خوبمون بیانو دل مردم رو شاد کنن، این لعنتی های کثافت رو سزای اعمال کارش کنو بدن. امیدوارم که این خواسته هرچه زودتر تحقق پیدا کنه و امسال سال آخر این ملعون ها باشه. قربان شما، هموطن عزیزمون کاوه از شاهرود. ما هم با امیدواری های شما همراه هستیم، با آرزوهای شما، به صحبت های شما خواهیم پرداخت.
هموطن عزیزمون توحید از کردستان با ما در تماس هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام و خدا قوت. قربان شما. توحید هستم از کردستان. با تشکر از دستندرکاران سینمای آزادی که این زمان را در اختیار ما گذاشتید که صدامون به گوش هموطنانمون برسد. سلام میکنم به مجری برنامه برادر مسعود کلانی و مهمان برنامه برادرم صادق پشفروش. جناب آقای کلانی، آخوندها به قدری شرایط رو برای ما سخت کردن که نمیدونم از کجا براتون بگم. تو همین عید که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده بود، موضوع معیشت بود. خیلی از خانواده ها بودن به دلیل فقر نتوانستن عید بگیرند. اغلب پدر مادرها شرمنده بچه هاشون هستند. تو خیابون به هر طرف که نگاه میکنم مردم تا کمر سرشون رو تو سطل زباله فرو بردند. من خودم همین عید مجبور بودم با چند تا از رفیقام که فوق لیسانس بودند برم کولبری کنم که پول تو جیبی برای عید داشته باشم. تقریبا هر هفته یک کولبر به دست سپاه جنایتکار جونش رو از دست میده. ما یادمون نرفته که همین سپاه جنایتکار در 19 فروردین تو اشرف چه جنایت هایی که کرد. با مجاهدین با دست خالی از اصول و آرمان هاشون دفاع کردند. که در این حماسه یادمون مونده که 36 مجاهد خلق شهید شدند. چهره و صدای خواهرم سبا هنوز تو گوشم هست که میگفت تا آخرش ایستادیم و هستیم. آقای کلانی، در پایان میخواهم بگم که در سال جدید باید این رژیم بورش را گم کنه و به گور سپردن این رژیم تنها و تنها آرزوی ماست و تنها با کانونهای شورشی محقق میشه. همانطور که برادر مسئول گفت، امسال سال آتش بنیان است و با آتش ریشه و ریشه بنیان این رژیم را از جا بر میکنیم. به خدا همین ها هستن که زندگی را بر همه سخت کردن. هر کدوم 3-4 تا سمت دارن. آقازاده هاشون رفتن کانادا این ور اون ور برای خودشون اشغال میکنن. به فکر این مردم نیستن که این مردم چی میخورن، چی میپوشن، از کجا میارن. فقر داره بیداد میکنه تو این مردم. از خدا میخواهم که به کمک این کانونهای شورشی بیان که این ریشه این آخونده را از جا بر کنن. در آخر میخواهم بگم مرگ بر خامنه ای و درود بر برادر مسعود رجبی و زنده باد کانونهای شورشی. ممنونم آقای کلانی که این فرصت را به من دادید که با شما صحبت کنم. درود بر برادر عزیزمون توحید از کردستان. سلام های ما رو به تک تک هموطنان عزیزمون در کردستان به خصوص زحمتکشان کولبر برسونید. انشالله روزی خواهد رسید که این دردها و غمها به پایان خواهد رسید. برادر صادق بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله. اجازه بدید من اول سلام کنم به جمشید عزیز از سرباز، این شهر شورشی و قهرمان که هیچ وقت ظلم و ستم این آخوندها رو بر نتابیده و هر جا شده ایستاده و ایستادگی کردن و در واقع باید گفت که این مردم قهرمان بلوچستان هست که ما همه ساله شاهد هستیم که به چه صورت در مقابل این نظام پلید می ایستادن. از سوخبران تا مردمی که در واقع برای معیشتشون تلاش میکنن و این رژیم مانع میشه و خونه های مردم رو در اونجا خراب میکنه و چطور مردم ایستادگی میکنن. درود به شما که هیچ وقت در مقابل این ظلم این نظام خاموش نبودید. به کاوه عزیز از شاهرود سلام میکنم که من هم با آرزوهای شما شریک هستم و مطمئن باشید که با یارانی مثل شما خواهیم تونست که ریش و ریشه این نظام رو برکنیم. به توحید از کردستان عزیز سلام میکنم. کردستان همواره یکی از کانونهای شورش و ایستادگی در مقابل این نظام پلید بوده با تاریخ درخشانش و مسلماً با یاری شما
دست در دست کانون‌های شورشی و دیگر کانون‌های شورشی خواهیم تونست به این نظام پلید در سال جدید پایان بدیم. بسیار متشکرم. خواهر گرامیمون فرزانه از کرمانشاه با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام. بسته نباشیم. با سلام به شما مجری محترم برنامه و مهمون گرامیتون. با سلام به خواهر عزیز. خوشحالم که میتونم از طریق برنامه شما صدای خود هموطنان کنم. البته قبلش بگم که در سال سالگرد 19 فروردین خواست نجات سبا و شهدای حماسه فروغ اشرف شروع کنم. همونطور که سبای عزیزم گفت، ما تا آخر ایستاده ایم و تا آخر می ایستیم. اما در مورد موضوع برنامه بگم، آقای کلانی، من توی شرایط سختی زندگی می کنم. تمام دغدغه من اونم تو این شبا به خصوص با شروع ماه رمضون اینه که چطور این زندگی که از خرجش برنمیام بگذرونم. ولی چه کنم که هیچی نداریم. ما حتی به نون شبمونم واقعا محتاج شدیم. همه چی سر به فلک کشیده. همه چی گرونه. الان با این وضعیت اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. مثلا همین زلوبیا بامیه که اصلا هیچ. دست به هر چیزش میزنیم، تمام حقوق یک مارمونو باید بدیم. فقط میخوام بگم که اینا رو باید ما سرنگون کنیم و منم به خواهر مریم و برادر مسعود این تعهد رو میدم که تمام تلاشمون برای آزادی ایران عزیزمون بکنم تا بتونیم به رفاه آسایشی که حقمونه برسیم. واقعا دیگه داره به مردم ظلم میشه، دیگه همه جونشون به لباشون رسیده. همه مردم ایران تو رفاه زندگی نمی کنن، تو آسایده با سختی دارن زندگی می کنن. فقط همین آقازاده های خودشون که به قول همین برادر عزیزمون که الان گفتن که با جیبای مردم خالی می کنن، خون مردم می کنن، تو شیشه دارن زندگی راحت رو می زن و ماها باید زجر بکشیم. واقعا دیگه نمی تونن با این کرای خونه ها، با این کرای ماشین ها، با این حقوقایی که به ما الان دارن می دن، خرجمون اصلا نمی دن. دوا دکتر که اصلا اگه مریض بشیم خوب میتونیم دکتر رو بگیم یا قرص بگیریم. میخواستم بهتون بگم که من رو به برادر مسعود و مریم صدای ما برسونین، بگیم که به فکر ما هم باشیم. ما هم پاکیم رو خالی نمیتونیم، تا آخرش هستیم، تا آخرش هم میجنگیم، تا قطعه قطعه خونیم. ازتون ممنونم، مرسی که این فرصت رو بهم دادین. شما میکنم وقت رو که به بقیه هم برسه اتفاقی بکنی میکنم از همه تون، از همه دستان در کنم در یک کنم. ممنون میشم، خدا نگه داره. خدا نگه داره. خواهر گرامی از کرمانشاه، بسیار ممنونم از تماستون و تشکر بکنیم. میپردازیم به صحبت‌های شما. خواهرمون زهرا از رشت هم با ما در تماس هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم، خسته نباشی با آقای کلانی و مهمان برنامه بود. می‌خواستم بگم انشالله به امید خدا که امسال سال آخر آخونده باشه که ما داریم این سختی‌ها رو تحمل می‌کنیم. دوستان نکنید که صحبت کردن گرانی که بیداد میکنه. یعنی میخوام بگم که یه خانواده یک نفرم نمیتونه الان با برجی 5 تومن بخواد زندگیشو پیش ببره. برجی که شده کیلوی 30,000 تومن، سیب زمینی که شده کیلوی 27,000 تومن، ما قدیم میگفتیم مرغ و گوشت نمیتونیم بخریم چون بالاه. 40 تومن 50 تومن نمیتونیم بخریم، ولی سیب زمینی کیلوی 3-4 تومن با تخم مرغ میزنیم، شکم بچه‌هامون رو سیر میکنیم. الان همون سیب زمینی که شده قیمت 1 کیلو مرغ 6 ماه پیش، تخم مرغی که شده 3,000 تومن، همون هم نمیتونیم جلوی بچه‌هامون بذاریم.
اولی آخونده میگن روزه بگیرین نماز بخونین، نماز سر جای خود. آیا روزه ای که من میخوام بگیرم برای کی بگیرم؟ برای آخونده بگیرم که برم سیب زمینی بخرم کیلو 27,000 تومان بیارم باهاش سحری درست کنم یا افطار درست کنم، با 3,000,000 تومان حقوق 1,500 کرایه خونه بدم، خرج بچه بدم، دوا دکتر بدم، قسط بدم، چی رو باید بدم؟ تا کی ما باید این ظلم رو تحمل کنیم؟ که انشالله ریشه اینا از دنیا کنده بشه. چیکار باید کرد؟ هر کاری که شما بگین ما هم همون کار رو میکنیم. و امیدوارم که امسال تا برج 6 نکشه، حداقل ریشه اینا سوسته بشه. واقعا بچه های حالا از ما گذشت، ما بگیم سنی از ما گذشت، جوون 23 ساله ما چی کار کنه؟ نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه سر کار بره. آیا با 3,000,000 تومن میشه یه زندگی رو چرخون؟ با این گرونی پسته کیلوی 300,000 تومن کدوم دین اسلام گفته؟ جوهیدی نتونه یه کیلو شیرینی بخره جلوی سفرش بذاره، یا یه مرغی گوشتی بخره بیاره شب عیدی سر سفره زن و بچهش بذاره. بعد میگم فساد زیاد شده. خب فساد از کجا شروع میشه؟ از ریشه چی شروع میشه؟ ریشه همین آخونداست دیگه. خودشون به ما میگن برین دنبال فساد. انقدر جوانام رو بدبخت کردن، انقدر بدبخت کردن که همشون سرشون تو لاک خودشونه. دوران شاه که میخواستن شار بیرون کنن، جوانامون همه سرحال بودن، هیچ کدوم معتاد نداشتیم. الان همه خونه ها معتاد داریم. چرا؟ از فقر، از بدبختیه. امیدوارم که هرچی زود زود ریشه این آخونده های کنده بشه. ما هم تا آخرش به پای همه عزیزان هستیم. دست همه تون درد نکنه، خستم نباشید. خدا نگهدارتون باشه خواهر گرامیمون خواهر زهرا از رشت. بله، ریشه همه فساد و تباهی از این حاکمیت ضد مردمی هست که باید اون رو برکند و ایران رو آزاد کرد و مردم عزیزمون رو آزاد کرد. و باید با این امید که روز آزادی نزدیکه همه دست به دست هم بدیم و انشالله اون روز نزدیکه و خواهد رسید. تشکر از تماستون و نکاتتون. حتما برادر عزیزم صادق به صحبت‌های شما جواب خواهد داد. دوستمون مهدی از سرباز هم با ما در تماس هستن. سلام می‌کنیم به مهدی و می‌شنویم از ایشون در رابطه با بحث امروزمون. مهدی عزیز از سرباز، سلام بر شما، بفرمایید. فکر میکنم دوستمون تماسشون یا قطع شده یا صدای ما رو دریافت نمیکنن. هموطن عزیزمون مهدی از سرباز، آیا صدای ما رو میشنوین؟ بله، متاسفانه قطع شدن. بفرمایید آقای پشفروش. بله. دوستانمون خواهرانمون از کرمانشاه و رشت صحبت کردن. بله، اجازه بدین سلام کنم به خواهرم فرزانه از کرمانشاه که با جمله شهید سبا شروع کردند که ما تا آخرش ایستاده ایم. و بعدم میخوام درود بفرستم بر عزم و اراده شون برای سرنگونی که بدون شک تنها راه حل برای اینکه تمام این مسائل و مشکلاتی که برشمردید حل بشه همینه. و درود به شما کانونهای شورشی، این جنگندگانی که عزم جذب کرده اید که ریش و ریشه این نظام را برکنید. بدون شک خواهیم تونست و امسال سال پیروزی برای مردم ایران خواهد بود. به خواهرم از رشت سلام میکنم. ما را در رنج و دردی که میگفتید شریک بدونید. بدون شک این شرایط را تغییر خواهیم داد. بعد از این مشکلات، این مصائب، بدون شک با نیروی کانونهای شورشی، با عزم و اراده شما خواهیم تونست که شرایط را عوض کنیم و دنیای نوی، ایران نوی برای
مردم ایران بسازیم. اون روز هم دور نیست. بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون مهدی از سرباز خوشبختانه وصل شدن. سلام عرض میکنم مجدداً بهشون. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای کلانی و ماشی برنامه آقای پشپروش پوزش بابت قطع صحبت قبلیم یا تماس قبلیم. در رابطه با وضعیت معیشت و گرونی، همانطور که خبر دارید طی چند روز اخیر گوجه فرنگی به کیلوی 24,000 تا 27,000 تومان در زاهدان یا در شهرهای مختلف ایران رفته. دلار دوباره سیر نزولی گرفته، گران شده و دلار به 27,500 تومان تبدیل شده. از اون طرف طلا دوباره گرون شده، سکه گرون شده، وسایل خانه، لوازم خانگی دوباره رفته بالا، وضعیت معیشت رفت به شدت وخیم شده، درآمدها کم شده، بی پولی در بازار بسیار فراوان شده، گندم گران شده، از اون طرف شیرینی گران شده، تمامی وسایل ها و مواد غذایی، لوازم خانگی، وسایل های ضروری، همه چی رفته بالا، درآمد اومده پایین، بیکاری رفته بالا، میزان پول حتی اومده پایین. حتی بر اساس گزارش خود رژیم در ایلام، استان ایلام چند روز قبل اعتراض بود به علت نبود پول در آبر بانک ها، که این نشان از نابودی وضعیت اقتصادی و سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی رو داره. از اون طرف هم برجام، بی برجام، اینا یه چیز دیگر رو میگن، آمریکایی هم یه چیز دیگر رو میگن. وضعیت اقتصادی به شدت وخیم شده، ارز 4200 رو حذف کردن، دارو به شدت رفته بالا و هر سال نسبت به پارسال ویرانتر و ویرانتر و ویرانتر خواهد شد. به جای اینکه حداقل این وضعیت ثابت بمونه، گرانی هم بمونه ولی ثابت بمونه، ویرانتر و ویرانتر میشه و این نشان از عدم برنامه این نظام کثیف اشغالگر آخوندی داره. انتخابات یا انتصابات 1400 5 نفر خودش رو کاندید کردن برای ریاست جمهوری، حالا با انتصاب رئیسی جلاد که اومد روی کار، هر 5 نفرشون هم رفتن یه جایی هم کار کردن با دستور خامنه‌ای. حالا همه اون 5 نفر نمیتونن یک کیلو یا یک گوجه ساده رو بیارن پایین و این نشان از این میده که رفع فقر، رفع بیکاری، رفع نبود درآمد فقط و فقط با رفتن این نظامه. رفتن این نظام هم همونطور که برادر مسعود گفت فقط و فقط قیام مبارزان و وطن پرستان ایرانیه، نه حمله کشور دیگه، نه کشورهای دیگه، فقط و فقط خودمان. ما جوانان شورشگر، شورشی، کارونهای شورشی میتونیم، قادر هستیم این نظام رو برکنار کنیم، نه کشورهای خارجی، نه مرد دیگه. و اگر هم این نظام رو که باید هم بشه امسال نابودش کنیم، هم فقر حذف میشه، هم بیکاری، هم گرانی، در نتیجه حذف مشکلات ایران با نابودی رژیم، و نابودی رژیم هم با قیام مبارزاتی همچون دی 96 و آبان 98 است که برادر مسعود سالها پیش این رو گفته بود، کماکان اون رو هم اجرا کرده بودیم در سالهای قبل، از جمله اشرف، کانون اشرف، و همچنین سال 78 که خوشبختانه الان این اعتراضات و گفته های برادر مسعود در دل جوانان ایران رخنه کرده و باعث شده که بیش از پیش این اعتراضات و پیام خودمون رو ثابت و نشان دهیم. پایان. مهدی از سرباز هستم. پاینده باد ایران و سازمان مجاهدین خلق. بدرود. درود بر شما.
هموطن گرامیمون مهدی از سرباز، خدایا رو نگهدارتون باشه. تشکر از نکاتی که مطرح کردین در رابطه با بحثمون. میپردازیم به صحبت‌های شما. هموطن عزیزمون نیچروان از کردستان با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم و خدا قوت خدمت برادر مسعود کلانی و مهمان برنامه صادق پشمروش. خسته نباشید آقا. قربان شما. آقای کلانی الان کیه که ندونه بیشتر مردم همان پشت یه لقمه نون شبشون میندن؟ برای ما ردیف کردن و گفتن نمونه های گرونی اشناس کاری نداره. از این که مثلا بیبودی، گرونی، فحشا، اعتیاد، خیلی چیزهای دیگه ای که مایه لنگ این رژیم هستن. بارا از خودم سوال میکنم راستی این مملکتی که ما داریم اینقدر که غنیه، پس چرا باید وضعیت همه ما این طوری باشه؟ چرا ما که روی دریای نفت و گاز و معادن مختلف هستیم و اینا هم که چوب حراج بر سر این سرمایه کشور و مردم ما زدن، پس چرا این وضعیت مردم ما هستش؟ چرا باید یه سری آقا و آقازاده بهترین زندگی های لاکچری داشته باشن و خیلی چیزهای دیگه؟ چرا باید اون خامنه‌ای ملعون ثروت خودش در به آسمون بکشه ولی مردم ما اینطوری تو سد زباله دنبال به دست آوردن یه لقمه نون باشن؟ آقای کلانی چرا من جوون این مملکتم این وضعیت فعلی من باشه و محروم از همه چی باشم؟ چرا باید خیلی از جوانان دیگه که میبینم دچار اعتیاد شده باشن؟ و اینکه الان خوب میفهمم که برادر مسعود چرا ابتدای سال جدیدش پیامش رو در روی خامنه‌ای جنایتکار با یک جمله کوبنده داد. بله ما این سال را سال آتش‌بنیان نامگذاری میکنیم و با تمام تلاشمون این را محقق میکنیم. یادم امروز سالگرد اماسه 19 فروردین هستش. به یاد همه اون شهدای مجاهد از جمله خواهر مجاهدم آسیه که گفت تا آخرش می‌ایستیم. و جمله آخرم این که یک جمله ساختم امیدوار کننده از خودم، این که رهبر اون مسعود و خواهر مریم و تمام مجاهدین این را بدانند که ما به تناب دار، به شمشیر، به گلوله، به شکنجه و به خونی که روی سرزمین من ایران ریخته بود مردیم، ولی نمی‌ترسیم و مبارزه می‌کنیم و مطمئن باشی که از سرنگون می‌کنیم. درود 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 به این عزم جزم و این اراده که نشانه از اراده جوانان ایران هست برای رسوندن مردمشون به آن رفاهی که شایستشون هست. تشکر میکنم از نیچروان از کردستان و دوستمون مهدی هم از سرباز صحبت کردن. آقای پشمروش بفرمایید نکاتی دارین در مورد دوستان. اجازه بده ابتدا سلام کنم به مهدی عزیز از سرباز که فقط اضافه کنم به حرفای بسیار روشنگرش که بدون شک که خودتم اشاره کردی ریشه این وضعیت چیزی نیست جز این خامنه‌ای پلید و بیتش و رئیسی که در واقع سر نخ همه مشکلات در دست اوناست و هیچ مسئله و مشکلی نیست الا اینکه انگوش و اثر انگشت اونها در اونجا وجود داشته باشه و عامل اصلی چپاول هم همونها هستن و مسلماً با سرنگونی این نظامه که همه این مسائل حل میشه و این چیزی نیست جز عزم و اراده شما و کانونهای شورشی دیگه که میتونیم این ریشه این نظام رو برکنیم. به نیچروان عزیز از کردستان سلام میکنم که امسال رو بدون شک با عزم و اراده قوی با شما یاران مقاومت میتونیم حرف برادر مسعود رو محقق کنیم و امسال رو سال آتش بنیان قرار دهیم و بدون شک خواهیم تونست. تشکر میکنم و مجدداً درود میفرستم به تک تک هموطنان عزیزی که با ما در این برنامه تماس داشتن و نکاتشون رو در مورد بحث امروزمون مطرح میکنن. دوستمون سیاوش از ایران شهر با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود و ادب و احترام به نام خداوند مهر، خداوند عشق، خداوند دوستی و خداوندی که عدالت گستر و دشمن ظالم به ظلم ستیز. صحبت از سیزده بدر، صحبت از هفت سین در اول سال، در ماه اول سال قبل از آن خواستم عنوان کنم از روز 19 فروردین سال 90 که دشخیمان خوناشام خمینی، خامنه ای، رژیم صفاک خونریز ایران که بیرحمانه مجاهدان اشرف نشان را که هیچ گونه سلاحی نداشتند آنگونه قتل عام کردند. و بعد صحبت از حبسین و اینکه امسال بر مردم ما چه گذشت. من سیاوش از سرزمین سیستان، از سرزمین سام نریمان، زال رستم دستان، از سرزمین یعقوب لیث صفاری سخن میگویم. یعقوب نه تنها زبان فارسی را طرحی نو در انداخت و زبان رسمی اعلام کرد و عرب را از ایران بیرون کرد، اما امروز در سیستان و بلوچستان، ابتدا باید این را عرض می کردم، می گفتم به نام و به یاد چهره سوخته بلوچ و دستان پینوسته میهنم، چرا که از سرزمینی که مادرانی را می شود پیدا کرد که برای سیر کردن شکم فرزندانشان، من این رو به عینه مشاهده کردم که دنبال سگ ماده شیرده بگردد تا شیر سگ را بدوشد و نان خشکی که از زباله ها تهیه کرده در آن ترید کند و به خورد فرزندانش بدهد. آیا این سرزمین سرزمین رستم دستانه؟ و یا مادری رو در اهواز که مجبور به انتخاب میشه که از بین 4 یک فرزند رو انتخاب بکنه و بفروشه که توان طعام بقیه بچه ها را داشته باشه؟ اهوازی که بر روی نفت خوابیده. من آن روزی که اون دجال خوناشام به ایران وارد شد، زنده یاد موسی خیابانی هم بود، فرمانده شهید خلق، من اون روز در بیت زهرا بودم. اگر قرار نبود که ما را به مقام انسانیت ببرند و زندانها را خراب کنند، بر اساس اعمار رسمی خودشان، ما در اون دوره که زندانی سیاسی و عادی فقط 7,000 زندانی داشتیم. امروز با 2.2 برابر جمعیت، اگر قرار نبود به مقام انسانیت برویم و استعداهم در همان نظام طاغوت باشیم، 20,000 زندانی باید می داشتیم. از اخباری که از خودشون درز میشه، در حال حاضر بالغ بر بیش از 600,000 زندانی
من در زندانهای عدیده دیدم که کسی را برای حلقه برای دو عدد نان به زندان آوردن. دیدم کسی را که برای مشتی پسته به زندان آوردن. دیدم کسانی را که اگر شیعی رو دزدیدند فقط صرفا برای فروش اون شیع برای معیشت خانوارشان بوده است. چرا راه دور بروم؟ من سیاوش 5 سال خانم گوشت قرمز ندیده است. من شرمنده فرزندانم. حدود 3 سال ما در خانه میوه ندیده ایم. مرگ بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی جهانی جنایتکار و درود بر مجاهدین، درود بر مسعود، درود بر مریم. من صادقاتی را سالی میبینم و عده‌ها سالی میبینم که انشاءالله دست در دست هم در سرزمین پهناور ایران زن و مرد به رقص و پایکوبی برخیزیم و ماتم و عزایی که 42 سال است در این سرزمین توسط ضحاک تازی خمینی و اخلافش بر ایران مستولی شده به زبالدان تاریخ برود. امیدوارم آن روز با اینکه من در دهه 70 عمرم، امیدوارم که در آن روز من هم در آن شادی شریک باشم و حمد الله به شکرانی خدا امروز من میبینم جوانان ما در گوش و کنار میهن با رهنمودهای سازمان مجاهدین خلق ایران گروه های شورشی، دسته های شورشی تشکیل دادند و به زودی این دشخیمان را حتما سرنگون خواهم کرد. جمله آخر این که از تلویزیون شما پخش بشه جمعیت ایران حدود 80 میلیون، یعنی اگر هر خانواده ای را 5 نفر در نظر بگیریم حدود 15-16 میلیون خانواده پرونده قضایی در دادگستری های ایران بالغ بر 15 میلیون پرونده قضایی است. یعنی هر خانواده یک پرونده. برادر با برادر مشکل داره، پدر با فرزند مشکل داره. اینها 40 سال اخلاقیات و ارزش ها رو ضد ارزش کردن. اگر امروز کسی صادق باشه، صدامت باشه و اصل رو بر براءت و راستی بدانه، او در جامعه ایران اینها کاری کردند که حالو دیوانه به نظر بیاد. دروغ اخلاق شده، خیانت اخلاق شده و بر اساس همان که جمله عرب که الناس دین ملوک و مردم بر روشی زندگی میکنند که حاکمانشان میکنند و میکنند. از صبح تا غروب دروغ شنیدن از رسانه ها اقتدارات های میلیاردی کاری کرده که اخلاق جامعه رو از بین برده. حفظ ارزش های معنوی و انسانی جای خود را به ضد ارزش ها داده و من امیدوارم در سال آتی جوانان میهن قد علم کنند و ارزش های فرهنگی ما را دوباره زنده کنند و حیات نوعی بدهند.
در پایان ضمن تقدیر از شما عزیزان و درود باش به برادر مسعود و خواهر مریم، پیروزی مجاهدین جاوید نام را مطمئنم که قطعیست، عرضی ندارم. اگر سؤالی باشه پاسخگو باشم. درود بر برادر گرامیمون سیاوش از ایران شهر. بسیار بسیار متشکرم از تماستون و نکاتی که مطرح کردید. البته بسیاری از نمونه ها دل انسان رو به درد میاره و اگر آن امید و آن مبارزه نبود که مردم ایران در پیش گرفتن برای نابودی این ظلم و ستم، انسان میبایست بگریه و نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. تشکر میکنم، بسیار ممنونم از لطفتون و خدا یار و یاورتون باشه. خواهر گرامیمون نسترن از شیراز با ما در تماس هستن، سلام میکنیم خدمتشون. خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و هزاران سلام بر شما خواهر مریم و برادر، دست تک تک شما کجا پیدا کردم به خاطر استقامت و پایداری. از همین جا هم باید بگم که من برادرم در آرزوی رسیدن به مجاهدین بود و متاسفانه اجل اجازه برآورده شدن این آرزو رو بهش نداد، اما من امروز این آرزوی برادرم رو برآورده کردم و حیف و صد حیف که برادرم نیست تا ببینه که در این بهار من پیوند خوردم با مجاهدین. قبل از اینکه بخوام در خصوص موضوع برنامه صحبت بکنم، سالروز حماسه افتخار آفرین 19 فروردین رو هم گرامی می‌دارم و به قول شاعر حسین منزوی که در اشعارش میگه تاک‌ها ایستاده میمیرند، به راستی که مجاهدین هم همواره ایستاده به شهادت رسیدن و تا پای جان بر عهد و پیمان خودشون بست ماندگار شدن و از خدا میخوام که من رو هم در آرزوی رسیدن به مجاهدین، همونطور که برآورده کردین آرزوم رو، به شهادت در راه اهداف مجاهدین هم برسونه. اما در خصوص موضوع برنامه، هر عقل سلیمی میفهمه که برداشتن ارز ترجیحی باعث بالا رفتن قیمت کالاها و حتی خدمات میشه. بله. به تبع گرانی زندگی و معیشت رو برای کارگر سخت میکنه و این فقر جامعه رو به سراشیبی میرسونه و باعث فساد، وجود کودکان کار، زنان خیابانی، اعتیاد، ازدواج‌های سفید، ناتوانی جوانان در امر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج میشه. فقر، بیکاری و جهل سرمایه آخوند برای پیشبرد اهدافش هست، چرا که فقر مردم سرمایه یک سرمایه دار هست. فقر توده مردم باعث قدرتمند شدن سرمایه دار میگردن. حالا اون احمقی، نماینده احمقی که در استبل ولایت میاد و میگه برداشتن ارز ترجیحی باعث میشه قیمت مرغ بشه 80,000 تومان، من باید بگم به اون نماینده که نه خیر، وقتی ارز ترجیحی رو حذف بکنی قیمت دلار بره بالای 50,000 تومان، قیمت مرغ 6 برابر میشه، یعنی میشه کیلویی 120,000 تومان. حالا من این مرغ رو مثال زدم. افزایش قیمت باعث کوچیک شدن سفره‌ها و فقر بیشتر و شکننده شدن خانواده ها میشه. فقر باعث افزایش زنان خیابانی، کودکان کار، اعتیاد و بروز جرائم میگردد. اینجاست که آخوندها وارد عمل میشن. از این فقر بهره اقتصادی میبرن. میان بحث خونه افاف و کودکان کار رو مطرح میکنن
و این تبهکاران برای ایجاد اولیگاریش های خودشون و سودشون مجموعه ای در هم تنیده با بازوی اقتصادی سپاه رو ایجاد میکنن که از این زنان و کودکان و افراد استفاده کنن. قاچاق دخترها به دبی، استفاده کودکان در عملیات انتحاری، به کارگیری افراد در گروه های نیابتی مثل هشت و شعبی برای رسیدن به اون مقاصد شیطانی و پلید خودشون. نتیجتاً اون که خیلی ها گرون شدن قیمت ها رو وقتی میگن میان در خصوص سفره خودشون صحبت میکنن، از بعد معیشت میان صحبت میکنن، ولی با کوچک شدن سفره بعد اجتماعیش رو نادیده میگیرن که باعث بروز انواع جرائم در جامعه میشه. البته این رو هم بگم، وقتی رهبر دجال خمینی ملعون میگه اقتصاد مال خره، از یه لومپن و نظامش ما دیگه انتظاری نداریم که بخواد اقتصاد رو نجات بده و به فکر معیشت مردم باشه. خواهر گرامیمون نسترن، من دیگه عرضی ندارم. بسیار بسیار متشکرم از تماستون. روح برادرتون هم حتما شاد هست به خاطر اینکه شما به آرزوتون رسیدین و ما هم بسیار خوشحال شدیم که صدای شما رو و بحث و نکته‌ای که بسیار درست بود رو مطرح کردید. ممنونم از تماستون و خدایا رو نگهدارتون باشه. هموطن عزیزمون احمد رضا از تهران با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. احمد رضای عزیز بفرمایید. الو سلام بر شما. خسته نباشین، عرض ادب و احترام. قربان شما. عرض ادب و احترام خدمت برادر کلانی و جناب آقای پشفروش گرانقدر. قربان شما. سلام و درود. من احمد رضا هستم از تهران، یک کارگری که داره دو سر آله هستم و مستأجر و هولوش 25-6 سال در این مملکت کارگری میکنم. مدت ها در کارخونه ها بودم و بعد به خاطر باند بازی و بسیجی بازی. قابل ذکر نیست ظلم و ستمی که دارن به جان مملکت میکنن. مانند معلم ها، مانند پرستارا، مانند تمام کشاورزا، دامدارا، تمام اقشار مردم محروم مملکتمون که در چنگال این آخوندهای مفتخور فاسد اسیر شدن. بنده چند نفر به عنوان نمونه، شاید قسم میخورم 4-5 نفر از آشناها و دوستانم میشناسم که به خاطر این اوضاعی که آخونده درست کردن، این گرونی سرسام آور و هر ساعته هر روزه خدا شده دارن زندگی هاشون از هم میپاشه. مرد و زن دیدم که عاشقانه در کنار هم زندگی شده و فقر و گرانی از هم سوا شدن. طلاقهای توافقی، ازدواجهای سفید که برادرهای دیگه فرمودن و زندگی برای مردم نگذاشتن. من شک ندارم که خامنه ای ملعون و خائن داره از این مردم انتقام میگیره، داره انتقام این مردمی رو میگیره که بهش نگفتن، به هیچ کدوم از ایده هاش مردم باور ندارن، چون دستش رو شده برای مردم. مردم ایران میدونن که دشمن ضد بشری دارن، واقعا دشمن، بدتر از دشمن، بدتر از مغول، بدتر از قومای دیگه که به ایران حمله کردن، تجاوز کردن، تاتار، روم از قبل، عربا، اسلام از اول، به نام اسلام البته، و و و که به ایران حمله کردن، اینا خیلی خیلی بدتر از اونان،
و دارن رست مردم رو میکشن واقعا. یعنی اختلافی نمونده تو خانواده ها نیفتاده باشه، مکافاتی نمونده که سر این مردم در نیاورده باشن. من برای یک کار قضایی که همین که هموطن دیگر مفرمودن هر کدوم از مردم ایران الان یه پرونده قضایی داره، برای یه پرونده قضایی رفته بودم دادسرا، خدا به سر شهده به جان بچه هم، خود قاضی به من میگو ایرانی های دروغو. گفتم پس خودت کجایی هستی میگی ایرانی های دروغو؟ گفتم کرج. حالا نمیخوام بگم دقیق اسم قاضی چیه چون ممکنه بشناسن منو، ولی همینطور رو در رو بهم گفت شما ایرانی های دروغو. گفتیم ایرانی ها اصلا دروغو نبودن، در طول تاریخ ایرانی دروغو ما نداشتیم، دشمن های ایران دروغو بودن. من چه دروغی گفتم؟ شما حق منو به عنوان یه کارگر به جای اینکه حق منو بگیری، من داستانش طولانیه سرتون درد نیارم وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، خلاصه از کدام مکافات بگم؟ خدا شاهد من دارم سکه میکنم، اینقدر دردم زیاده نمیدونم کدومو بگم. ما حکومت نداریم، ما یه سری دزد و قاتل و دشمن جانی داریم به عنوان حاکم که مملکت ما را بدبخت کردن، بیچاره دارن میکنن روز به روز و بدتر، هر روز و سه ساعت بدتر از همیشه. با این سن بالای پنجام دارم فکر میکنم و با افتخار یک دو ساله به سازمان مجاهدین پیوستم به خاطر اهداف عالیشون، به خاطر این که از روز اول فهمیدن که این دجال چی داره میگن. من متاسفانه یه زمانی گوله حرفهای خمینی را خوردم و براش عشق ریختم که از خودم شرمم میاد که دارم میگم. فکر میکردم این راست میگه. کم کم با مرور زمان فهمیدم مثل بقیه مردم که اینا واقعا دشمن مردمن. اینا ضد مردمن. اینا علیه مردمن. اینا وقتی که نون از مردم میگیرن، اینا وقتی دستشون شبانه روز در جیب مردمه و به خیانت دارن میکنه همه جنوب، وقتی مملکت ما را از جنوب، از شمال دارن مفت مفت برای بودن خودشون به کشورهای خارجی میدن، از اینا نه دشمنی نمونده در حق این مردم بکنن. این مردم شما را به خدا به اینا یک بار شده برخیزین علیه این دجالگری و ددمنشی این ظالما. در آخر یادی میکنم از شهیدان و مجاهد در روز 19 فروردین و حمله ددمنشانه امال خامنه ای خائن و کثیف به پایگاه اشرف. یاد و خاطره و نام شهیدان و مجاهد گرامی میدارم. دست همه برادران و خواهران ارجمندم مجاهدم را تک تک میبوسم با افتخار و درودای گرم و ارادت صمیمانه ام را بیش از پیش را مثل خدمتتون عرض میکنم. خسته نباشین، سپاسگزار لطفتون هستم و بیشتر از این نمیخوام وقت دیگه بزرگواران و هموطنان رو بگیرم. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. خداوند بزرگ یار و نگهدار شما به امید سرنگونی و محاکمه خامنه ای خان و عمال دزد و متجاوز و ضد میهنیشون هرچی زودتر با پرچمداری سازمان پر افتخار مجاهدین و سروران گرامی مجاهدم دست همتون رو میبوسم از راه دور و به عنوان برادرای بزرگ و خواهرای گرانقدرم صمیمانه ازتون تشکر میکنم. درود بر شما احمد رضای عزیز، برادر گرامیمون، برادر کارگر آگاه و مجاهدی که به تلاش و مجاهدت برخواسته. من دست و صورت شما رو میبوسم و آرزو میکنم که به زودی انشاءالله در ایران آزاد که با تلاش و کوشش تک تکمون به در راه هست شما رو ببینیم و خوشحال بشیم از دیدن برادران و خواهران گرانقدری که برای میهنشون برخواستن و ظلم و ستم رو نمیپذیرند و خواهان ایران آزاد فردا هستند. خدا یار و نگهدارتون باشه. خیلی خیلی خوشحال شدیم نکات شما رو شنیدیم و صداتون رو شنیدیم. احمد رضای عزیز از تهران. و سلام میکنیم به هموطن عزیزمون اصغر از سمنان. خواهش میکنم بفرمایید. سلام جناب آقای
جناب آقای کلانی و مهمون گرامی آقای پشفروش. سلام بر شما. خدمتتون عرضم، این وضعیت معیشتی مردم ایران کار امروز و فردا و این رئیس جمهور نیست، کار 43 ساله، ولی 43 سال هر روز بدتر از دیروز، هر سال بدتر از سال بعد. به خصوص شما اگه توجه کنید به وعده های پوچ و توخالی و بیشرمانی رئیسی، از جمله این که من یک میلیون مسکن درست میکنم در سال، که نتیجهش رو داره میبینیم، 4 ماه دیگه مونده از 1 میلیون مسکن ساختنش، یعنی بزرگترین پروژه سازه های جهان هم بیان تا 4 ماه دیگه نمیتونن وعده آقای رئیسی رو اجرا کنن. این یک. دو، بورس رو توی 3 ماه 6 ماه میخواست درست کنه داریم میبینیم، تورم رو میخواست درست کنه داریم میبینیم، مشخصه گوشت و مرغ و میوه‌جات و نمیدونم حبوبات و اینا مشخصه، ساختمون ها مشخصن، قیمت هاشون واحد ها مشخصن، اجاره ها مشخصن، اینا دیگه یه چیز عینیه دیگه، تعریف های اینا چرت پرتن اینا که دارن میگن، هیچ کدومشون نیست. این از یک خامنه‌ای هر سال نزدیک به 10 سال صحبت از معیشت قدرت نمیدونم تولید ایرانی میزنه و هیچی به کلاش هم خود نیروهای داخلی اهمیتی نمیدن به حرفش. ولی اگر مثلا نتنز و یک اختلافی درش به وجود بیاد، بدون این که بگه از قبل برنامه ریزی شده است، میلیون ها دلار همونطور که پارسال انجام شد میریزن سریع در کمتر از 48 ساعت. اینا هدفشون این نیست و جمهوری اسلامی هم فقط جمهوری اسلامی ولایت فقیه، فقها ها مجتهدین که قدرت رو گرفتن 43 ساله، اگر این یک جمله‌ایه که من همیشه گفتم میگم، اگر به امر خدا، به اراده خدا، تمام دشمنای جمهوری اسلامی از داخل و بیرون با عرض معذرت کر و لال و کور و فلج بشن، باز جمهوری ولایت فقیه جز محالات این کشور رو درست کنه، جز محالات، یعنی هیچ دشمن نداشته باشه، حتی یک ایراد هم نباشن، جز محالاته. اگرچه خداوند در این شکی نداریم، در طول تاریخ، در طول کتاب‌های معتبر جهانی ثابت شده برای انسان‌ها که مظلومین و حق طلبا 100% پیروزی این میدان خواهند بود. یا علی موفق باشیم. خدا نگهدار. قربان شما. خدا یار نگهدارتون، علی پشتیبانتون باشه انشاءالله. و سلامت باشین دوست عزیزمون اسقر از سمنان. هموطنمون آرنیکا از کرج، اگر درست گفته باشم، سلام عرض میکنم خدمتتون، بفرمایی خواهش میکنم. هموطنمون آرنیکا از کرج، با سلام، منتظریم که بحث شما رو بشنویم در مورد موضوع برنامه امروز. با سلام، آرنیکا هستم از کرج. خسته نباشید برادر مسعود کرانی و مهمون کرانی. سلام بر شما. دلم میخواد اول صحبتم رو به سالگرد 19 فروردین اشاره کنم، به یاد شهدای 19 فروردین که خودم خیلی ازشون انگیزه گرفتم، از شجاعت و ایستادگیشون، مخصوصا از خواهر مجاهد شهیدم فائزه و سبو نصرن و بقیهشون. بگم که من تا آخرش مجاهدم و مجاهد میجنگم. واقعیت اینه که ما توی شرایط سخت زندگی میکنیم. این آخوندا نه عید برای ما گذاشتن، نه رفاه و نه آسایش. همه جا توی خیابون ها مردمانی رو میدیدیم که انقدر دلم کبود میشد. بعضی ها رو میدیدیم که کنار خیابون چیز نازک انداختن و خوابیدن. هزینه میوه های ساده عید، هزینه آجیل، هزینه لباس یا هر چی، کودکان کار که چند برابر شدن، همه چی وحشتناک گرون شده. قیمت ها سر به فرق گذاشته، سال جدید مشکلات چند برابر. خب تا وقتی که این آخوند حسن روزگار رو همه سیاه، راهش و درمانش فقط و فقط سرنگونی اینا هستش. اونا به دست شما مجاهدین و ما کانونهای شورشی. منم عهد میکنم که
توی این روز با شما و در کنار شما برای آزادی ایران همه تلاشم رو بکنم. ممنونم از فرصتی که به من دادید. خدایا رو نگهدارتون. خدایا رو نگهدارتون باشه. خیلی خیلی خوشحال شدیم صدای خواهر گرامیمون رو از کانونهای شورشی دلیر شنیدیم. مردم ایران، به شما و همه کانونهای شورشی که راه آزادی رو پیش گرفتن افتخار میکنن و امیدواریم که سلامت و موفق باشین. دوستمون یوسف از کرج با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایی. خواهش میکنم. سلام آقای کرانی عزیز و عرض تبریک سال نو خدمت شما، مجری عزیز برنامه و همچنین مهمان برنامه‌تون آقای پژفروش عزیز. خب اول از اینکه حرفمو شروع کنم آقای کرانی، بگم که این ظلم و فسادی که بیش از نیم قرن تا صفحه‌های تاریخ ما رو کثیف کردن و به اسم ظلم ثبت شدن، مطمئن باشی در این قرنی که شروع شده حتی یک برگ از ظلم اینا رو هیچ وقت نمیذاریم ثبت بشه و در تاریخی که گذشته جا داشتن به عنوان ظلم، ستم و زور، ولی در تاریخ قرن جدید حتی یک صفحه هم از اینا اسمی نخواهد بود. اینو مطمئن باشید. و اینکه در مورد موضوع برنامه، عیدی که همراه با ظلم و فقر و فساد و گرانی باشه هیچ گونه عیدی نیست برای مردم. مردمی که حتی با پدرایی که شرمنده روی بچهشون، زنشون شدن، نتونستن حتی یک کیلو آجیل بخرن یا یه لباسی برای بچهشون بگیرن تهیه کنن، عیدی که نتونستن یک بار یک روزشو یه مسافرت خیلی خیلی نزدیک برن، یه پارکی برن بچه‌شون رو ببرن، اون عید عید نیست. زمانی عید برای ما عید میشه که دست ظلم این ظالمین از سر مملکتمون کوتاه بشه، که انشالله هر چی زودتر این اتفاق میفته انشالله. و اینکه وقتی میبینیم واقعا هموطنمون نمیتونه یه سفره برای بچه‌ش بندازه عید بگیره، ما خیلی ناراحت میشیم. خیلی ها بیش از الان 90% مردم ایران اینجوری هست و تا وقتی اختلاس و فساد و این آخوندهایی هستن که تو مملکت مردم رو به بیرونی میکشن، ما روز خوش نمیبینیم. ولی در شروع این سال جدید و قرن جدید ما داریم بهشون از همین الان هشدار میدیم. به عنوان یکی از اعضای کانونهای شورشی و از اعضای خیلی خیلی کوچیک در سازمان مجاهدین، به همه مردم اعلام میکنم که نذاریم که دیگه حتی یک سالو از تاریخ عزیز کشورمون به اسم اینا ثبت بشه. هرچی سریعتر ریشه اینا رو نابود کنیم، هرچی سریعتر ریشه ظلم، نداری، فقر رو از جامعه پاک کنیم. وقتی من میبینم یه پدری شرمنده یه بچهش میشه، منم شرمنده میشم که منم در قبال اون وظیفه ای دارم. چرا صدامو خفه کنم؟ چرا منم داد نزنم به همراه اون پدر؟ وظیفه ما ایرانی هاست که حق خودمون رو پس بگیریم، به امید خدا که یه اتفاق خواهد افتاد. و اینکه ریشه ظلم و فساد و اینا رو از روی سر ایران عزیزمون پاک میکنیم. میدونم که وقت برنامه کمه و عزیزای دوست دارم بیشتر این حرف بزنم، ولی خب وقت برنامه تونم کمه، بیشتر از این مزاحم نمیشم. به امید اینکه امسال سال آزادی و جشن پیروزی مردم عزیز ایران باشه انشاءالله. و درود بر یوسف عزیز از کرج و این عزم و ارادش برای تغییر و برای پاسخ دادن به تعهد هر ایرانی در قبال مردمش و در قبال میهن عزیزش ایران. خدایا رو نگهدارتون باشه. دوستمون علی از تهران با ما در تماس هستن. خواهش میکنم بفرمایید. سلام میکنم به علی از تهران، بفرمایید. خواهش میکنم. سلامت باشید. قربان شما. با سلام، خسته نباشید. خدمت های کلانی مجری برنامه
آقای صادق پشخروش و مهمان برنامه. سلام. آقای کلانی، من امسال با این گرونی که پیش اومد لباس عیدم و دو تا جنس بیشتر نتونستم بخرم، کلن شد 700,000 تومان. قدرت خرید ندارم، حقوق من ثابت مونده، نتونستم لباس عیدم کامل خرید کنم. بعد گرونی هر روز بد و بدتر میشه. مردم قدرت خرید واقعا ندارن، هر روز هم در ریشه آخونده کنده نمیشه. امیدوارم هر چی زودتر این آخونده نستش منقرض بشه. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی. بیشتر از اینا وقتتون رو نمیگیرم، موفق و معید باشید. تشکر بسیار از دوست عزیزمون علی از تهران بابت تماسشون و سلام میکنیم به هموطن عزیزمون عادل از ماکو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم، خسته نباش. قربان شما، سلامت باشین. قربونت برم. والا سوال نپرسی، یکمی من هم بی‌سوادم هم یکمی سنم بالاست، زورکرد میزنم. فارسی هم چه پردن دادم که نخندین دیگه. بسیار بسیار قشنگ صحبت میکنیم، بفرمایید، خواهش میکنم. قربونت برم. عرض کنم که والا اینقدر مشکلات ما زیاد شده. بله. یعنی نمیدونیم اگه اینجوری پیش بره چه تکونه میمیریم. بعد از مشکلات زندگی که اینقدر برای من، علل خصوص برای من پیش اومده که یعنی الانم ترش هستم، هیچ درآمدی ندارم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. متاسفانه هیچ کسی، هر زایم که میرم مشکلمو بگم، الان یه جوری شده قشنگ مشکل منو نگاه میکنن، گوش میکنن، آخرش مسخره میکنن. این دیگه وحشتناکترین مملکتیه که داریم الان. نه قدرتشو دارم بگم که آقا مثلا یه فوشی بهش بدم، یه چجوری بگم، یه جوری دعواش کنم فلان، اینم نیستم. ولی مثل من آدم ها رو زیر پا به خدا له میکنن، بد جوری له میکنن. خدا به داد ما برسه. نمیدونم حالا چی میاد به داد ما برسه که ما چه خودمون قدرت نداریم. از اون طرف هم آقا بچه من کلاس دهم میخوند، هیچ پولی هم نداشتیم، مدرسهش عوض شد، رفت یه کمی دورتر، پول تاکسی نداشتیم، به خاطر پول تاکسی دادن بچه‌م از مدرسهش موند. به رئیس آموزش پرورش رفتم، بهش گفتم، خودشم سید بود، گفتم سید مشکل ما اینجوریه. اونم در اوایل انقلاب من دیده بودم که موثر بود، از ده اومده بود اینجا و مثل ما امروز ما اون موقع اون زندگی میشهد. به خدا با نون خالی هم نمیتونست بره مدرسه. ولی خب اون کن دیگه انقلاب برای اون یه کمی خوش بخشید. بعد اون آدم رئیس آموزش پرورش شد، چه همون جدایی چه هست رئیس شد. منی که آقا بودم الان هیچی نداشتم، به خاطر اینکه مریضی هم، نه مثلا بی ارزجی هم، به خاطر مریضی هم نتونستم کار کنم و شرمنده بچه هم شدم. رفتم پیشش که گفتم آقا لطفا این سرویز که گذاشتی مثلا برای دانشگاه، لطف کن یه بچه منم سوار اون بشه بره تا اون مسیر، نزدیک اون مسیر پیاده بشه. اینقدر قشنگ گوش کرد، آخرش بهم خندید، گفت فلانه یادت منم تو محل شما داشتم فلان میکردم، زندگی میکردم، اون موقع موثر بودم، همین گرسنگی رو من چشیدم، شما هم الان بچش. به خدا یعنی کوه اومد سرم. گفتم مرد حسابی، اون موقع میگفتیم زمان طاغوته، هیچی گوش نمیکنه، انقلاب تازه شده، جنگ شده، فلان شده، شما الان اومدی مملکت با این بزرگی، با این ثروت بی نهایی، شما الان اومدی به من اینو میگی؟ آخه جدازاده چرا این کارو میکنی؟ و
به خدا بچه‌ام به همین خاطر موند از مدرسه‌ش. چه فرمانداری رفتم، استانداری رفتم، نمیدونم هر اداره‌ای رفتم، متاسفانه همه‌شون نگاه کردن خندیدن برام. بریشم یعنی رو دیگه پشت سرم نخندیدن ها، به روم خندیدن. آخرش همه دردمو گفتم، دردم که تموم شد بریشم خندیدن. حالا من چجوری میتونم توی مملکت سر بلند کنم، زندگی کنم؟ زندگی من داغون شده، نابود شده. الانم که نشستیم تو خونه هیچی نداریم، نونو از این ما تا به اون ما، چون وقت یارانه که اونم الحمدلله نمیرسه، نسیه میخریم تا روزمون بگذره. که حالا که مریضم هستم میرم دکتر، حالا دکترام چه نامه شدن، دکترا بد جوری نامه شدن. یه بار یه دکتر متخصص دارم رفتم پیشش، از البته یه شهر دیگه، فقط کرایه ماشین داشتم موقع برگشتن. منم انتظار داشتم که دفترچه‌ام میدم یه دارو مینویسه و برمیگردم. تشکر بسیار از هموطن عزیزمون عادل از ماکو. این رژیم حاکم باید شرمنده باشه. انشاءالله که با کار و تلاش و تعهد همه ما برای مبارزه با این رژیم همه این مشکلات برطرف خواهد شد و ایرانمون به دست مردم خودمون اداره خواهد شد و این ظلم و ستم از بین میره. تشکر از عادل عزیز از ماکو. دو تن از دیگر از هموطنانمون با ما در تماسن. خواهش میکنم که کوتاه صحبت کنن چون وقت بسیار کمی داریم تا پایان برنامه. سلام میکنم به دوستمون شاهین از آبادان. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام خدمت مجری عزیز آقای کلانی و مهمان برنامه آقای صادق پشفروش. سلام بر شما و سلام به همه اشرفیان قهرمان. راستش موضوع برنامه‌تون، موضوع شبانه روزی ما مردم هست. فقر و بدبختی 43 ساله که این حکومت پلید برای ما مردم هیچی باقی نذاشته. امسال شب عیدی چه عرض کنم، این حکومت عیدی رو واسه ما مردم نذاشته. با این گرونی های کالا شما خوب بود میتونستید سفره های هفت‌سین مردم رو ببینید، بعد متوجه میشدید که یا اصلا چرا سفره هفت‌سین رو بگم، این ماه رمضان رو شما میگن آقا یک ماه روزه، در صورتی که ملت ایران واقعا الان 11 ماه قبلش رو روزه داشتن. دوستمون شاهین از آبادان، آیا تماستون برقرار هنوز؟ هرچند دوستمون شاهین خیلی کوتاه صحبت کردن ولی تمام حرفشون رو به خوبی در رابطه با موضوع بحثمون بیان کردن. تشکر میکنم از شاهین و سلام میکنیم به هموطن عزیزمون مسعود از سلطانیه. بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام. سلام بر شما. من سلام عرض میکنم به آقای کلانی و آقای صادق پنجفروش. حال شما خوبه انشالله؟ قربان شما، سلامت باشین انشالله. زنده باشی. من قبل صحبتم میخوام از یادی کنم از شهدای 19 فروردین. کتاب آخر همچون خواهر سبا روی آرمان خود ایستادن و خون خود را فدای راه آزادی و مردم کردن. من میخوام از درد رنج مردم بگم که گرفتار شدن در دست این حاکم ظالم، خامنه‌ای جلاد، رئیسی جلاد و دار و دستشون. میخوام بگم که سفره مردم خالیه. واقعا مردم منتظر شما برادران مجاهد هستن. انشاءالله فعالیتتون رو زیاد کنید. ما هم شورشیان، هم کانونهای شورشی هم پشت سر شما هستیم. هیچ از هیچی نترسید. همه مردم دلشون با شما. همه مردم دلشون با شما. دیگه از این وضع، از گرفتار شدن در این حاکم سفاک واقعا دیگه به تنگ آمدن. من درود میفرستم به مجاهدین عزیز که واقعا پشت سر این ملت هستید، از جانتون، مالتون گذشتید تا
رفتید اونجا. انشاءالله اون دفعه هم بهتون گفتم. گفتم که انشاءالله صدای آزادی از تهران به زودی میخواد پخش بشه و دل همه ملت شاد بشه انشاءالله. چند کلمه بگم که واقعا مردم چیزی برای خوردن هم نداره. اون عید بود که سفره های مردم واقعا خالی بود. آجیل کیلویی مثلا 400 تومن، کارگر چقدر مگه کار میکنه؟ کارگری کار میکنه ماه 2600. اون چیکار کنه؟ کرایه خونه 2 تومنشو مثلا بده کرایه خونه، بقیه‌اش چیکار کنه؟ همه شرمنده فرزند و زن و بچه و فرزند هستن. و در آخر درود میفرستم به همه مجاهدین عزیز، به همه کانونهای شورشی که واقعا قهرمانانه وایسادن و ایستادن. انشاءالله به زودی زود شما را در تهران خواهیم دید. قربان شما مسعود عزیز از سلطانیه. ما هم آرزو داریم که هموطنان عزیزمون رو در روز پیروزی انشاءالله هرچه زودتر ببینیم. دوستمون برزین از اهواز هم در آخرین دقایق با ما وصل شدن. سلام میکنم خدمتشون و خواهش میکنم که با پوزش در 1 دقیقه صحبتشون رو بفرماین. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. قربان شما. برزین هستم از اهواز. یک کارگر پروژه‌ای با ما 5 میلیون حقوق و گرونی‌های بیش از حد و کار کردن برای پیمانکارهایی که حق نیرو رو نمیدن و سفره‌های عیدمون خالی بودن و در فقر و دست‌تنگی کامل به سر میبریم و از ظلم و جهالت این آخوندا به تنگ اومدیم و انشاءالله بتونیم که جهادی کنیم و اینا ریشه اینا رو خوش کنیم و کشور بیرونشون کنیم و ایرانیای هست، آریایای هست بتونن به این دولت و ملت حکومت کنن. عرض دیگه ندارم. قربان شما. خداحافظ. قربان شما. هموطن عزیزمون کارگر دلیر آگاه از اهواز، به همه یارانتون از قول ما سلام برسونین. برادر صادق با پوزش از شما که متاسفانه، البته خوشبختانه، چون صدای هموطنان عزیزمون رو شنیدیم و صحبتهای اونا رو که بسیار ارزشمند بود شنیدیم، ولی با پوزش از شما 1 دقیقه وقت داریم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من بسیار برانگیخته شدم از صحبت‌های خواهران و برادرانم و چون که فرصت نیست فقط میخواستم درود بفرستم به همه خواهران و برادرانی که گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای 19 فروردین رو که بدون شک خون و جوشش خون این شهداست که تبدیل میشه به قیام و خیزش و حرکت در میهن اسیرمون و بدون شک اون روی اون سکه در واقع دردها و رنجهایی که الان خواهران و برادران و کانونهای شورشی بیان کردن چیزی نیست جز یک خشم انباشته و خشم فرو خفته که بدون شک این دردها وجود داره، ولی این دردها روزی که دیر نیست و در همین سال اون رو تبدیل خواهیم کرد به سال پایانی این نظام و تبدیل خواهیم کرد به سال خیزش و جوشش و سرنگونی این نظام. بدون شک اون روز محقق خواهد شد و بدون تردید ما را در عزم و اراده خودتون شریک بدونید و بدون شک با شما کانونهای شورشی و دلیرانی که در ایران هستن ما خواهیم تونست این نظام رو از جای برکنیم. این قانونمنده و بدون شک هیچ نظامی دیکتاتوری با این ظلم و این چپاول و غارتگری نمیتونه و با این مردم غیور و کانونهای شورشی ادامه بده. درود بر همه شما باد. بسیار بسیار متشکرم. تشکر از همه هموطنان عزیزی که در برنامه ساعت وصل همراه ما بودید. خدایا رو نگهدارتون با آرزوی آزادی مردم ایران هرچه زودتر تا برنامه آینده.